салон бина дагони гироми то мирисели шерхаста масули имрузаи барномаи тилоучии хабар аз телевизиони баҳористон нахуст сархати барнома айнихонӣ дар муассисаҳои таълимӣ ашъори устод айни мавриди зеҳни муҳаққиқони соҳа пешгирӣ аз вируси норасои масъунияти одам корҳои фаҳмондадиҳи миёни ҷавонон شرح بیشتری خبرها در گیمنازیه رقم یکم برای خوانندگانی بلایوقتی شهر دوشنبه به خاطر گرومی داشتی سردفتری ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی همویش ادبی فرهنگی دور کرده شد. در آن وصف اشعار استاد صورت گرفت. گزارش در این خصوص. در گیمنازیه مذکور خوانندگان اطراف فعالیت علمی و ادبی استاد صدرالدین عینی برنامه رنگین آماده نموده وصف بزرگی این قهرمان تاجیکستان نمودند. در برنامه تهیه گردیده جانیسوری استاد عینی بهر پایداری زبان تاجیکی انعکاس کرده شد که استاد زبان ملت و دولت را در مد اول گذاشته است تا این زبان این ملت تا ابد پاینده باشد. همزمان ابیات گرانبهای سردفتری ادبیات معاصر تاجیک مورد ذهن و توجه شرکت دارد قرار داده شد زیرا تو و امروز میراث ادبی استاد مقام منزلت خود را گم نکرده نمونه عبرت‌آموز در زندگی دانش آموزی نسل نوروز محسوب یافته در نهاد هر یک فرد صاحب زبان بیدار نمودن خودشناسی ملی را تلقین می نماید بزرگ مرتبگی عینی است که هم در خارج و هم در داخل جمهوری خواننده خود را دارد و اثرهایش در دل دیده پیر و برنا جای گرفتند ما نیز آموزگاران کوشش می نماییم که در زمین هر یک خواننده حسی وطن دوستی، خشتن شناسی و خواندن اثرهای بدیعی را بیدار نماییم و آنها را در این روحیه تربیه نماییم. باید قید نمود که برگزاری چنین تدبیری پرمحتوا جهت آگاهی بیشتر پیدا نمودن خوانندگان از میراث بزرگان مساعدت نموده نسل امروز را وادار می‌سازد که از تاریخ ملت باخبر باشند. یادآور می‌شویم که عینی‌خوانی در دیگر مؤسسه‌های کشور با جلب وسعه علمون دانشمندان و خوانندگان آموزگاران ادامه دارد. معارفچیان کشور در دانشکده جمهوریوی تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان صحای معارف جمع آمده راجع به بزرگی قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی ابراز نظر کردند. این کنفرانسیای جمهوریوی علمی نظریوی در موضوع صدرالدین عینی معارف پرور با اشتراک کارمندان صحای معارف برگزار گردید. در تدبیر مسئولین دایر به ایجادات مفسو و خدمات‌های شایسته کرده‌اش به ملت تاجیک سخن گفته قید کردند که صدرالدین عینی را نه تنها همچون یک نویسنده بلکه چون شاعر، تاریخنگار، آموزگار و روزنامه‌نگار باید شناخت. نقش استاد صدرالدین عینی در تشکل ادبیات معاصر تاجیک، بیداری ملی و تقویت پایه‌های دولت‌داری تاجیکان بزرگ است. مفسوف توانیست فرهنگ، تمدن و ملت تاجیک را با اثرهای ایجاد نموده خیش به جهانیان معرفی نماید. نقش صدرالدین عینی در ادبیات تاجیک بزرگ میباشد. همزمان در جمع‌آمدی علمی اشتراکداران در موضوع‌های صدرالدین عینی شناسنامه ملت تاجیک صدرالدین عینی اساسگذاری شعر نو در ادبیات معاصر تاجیک انعکاس مسئله های صحای معارف در یادداشت های صدرالدین عینی و غیره معروضه نمودند خوانندگان و آموزگاران مکتب اینترنتی رقم یکم شهر دوشنبه نیز بخشیده به گرامیداشت استاد صدرالدین عینی تدبیری ادبی روح‌اندوزی نموده از اثرهای استاد و بزرگی اشعار او سخن گفتند شرح همکاران ما در این روند در مؤسسه دولتی تحصیلات عمومی اساسی مکتب اینترنت رقم یک برای کودکان یتیم شهر دوشنبه و خاطر گرامیداشت سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی کنفرانس علمی فرهنگی تحت عنوان یادگاری عینی و این کوهساران زنده باد صورت گرفت در آن خوانندگان با تئوری همه‌جانبه اشتراک نموده از اشعار استاد عینی شعر و ترانه ها قرائت کردند همزمان خوانندگان صحنه‌چه‌ای را از اثر مکتب کهنه استاد که نخست علم و مختن را در مکتب کهنه شروع کرده است پیشنهاد نمودند در آن طرز های درس گذاشتن در مکتب کهنه انعکاس گردید همچنین خوانندگان برای بلند خاطری حاضرین خور عمومی را در رأس مکتب با مهارت بلند پیشنهاد اهلی نشست نمودند ما در مؤسسه نقشه شورابینی ترتیب دادیم که در دو هفته 14 روزی عینی خوانی یعنی 14 روزی علمی ادبی بخشیده به 140 سالگی استاد صدرالدین عینی تشکیل کرده گذراندیم یعنی که در این روزها خوانندگان با
баромадҳои худ ва роҳбарони синфҳо бо соатҳои тарбиявии худ хотири устодро пос доштанд ва хонандагон аз устод ва хизматҳои ӯ дар соҳаи забон ва адабиёти тоҷик огоҳӣ пайдо карданд. Ман китоби мактаби кӯҳнаи устод Садриддин Айниро хондаам, ки дар бораи худи Садриддин Айни нақл мекунад, ки ӯ дар синни 4 сола, 4 моҳа ва 4 ҳафтаи набуданаш падараш ӯро ба мактаб мебарад. Вале азбаски дар он мактаб саводи пурра гирифта наметавонад, ӯ маҷбур мешавад, ки ба ӯро ба мактаби духтарона бубаранд. Ва ӯро ба мактаби духтарона бурда дар он ҷо савод меомӯзад. Ёдовар мешавем, ки осори гаронбаҳои адиби маъруф Садриддин Айнӣ дар дил ҳар як хонанда мавқеи намоёнро ишғол кардааст ва таълимгирандагон асарҳои устодро мутолиа карда дар зиндагии ҳаррӯзаашон истифода мебаранд. در تالار مؤسسه تعلیمی رقمی 8 ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه بخشیده بر روزگار و ایجادیات گوناگون جبهه استاد زنده‌یاد سردفتر ادبیات معاصر تاجیک قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی کنفرانس علمی ادبی برگزار گردید. تدبیر علمی معرفت را نخست دایرکتور مؤسسه افتتاح نموده دور به خدمت‌های ارزشمند و شایسته صدرالدین عینی در مسئله زبان و فرهنگ ملتی تاجیک مختصر سخن گفت. سپس ادیبان اورون کوستاد و رفشن مخصومزاد دور به حیات و فعالیت این مرد سخن زنجو تربیتگری ادیبانی موسیری توجیک اندیشه های جالب رنگین را ابراز داشتند. مقصد از برگزار نمودنی چنین کنفرانس ها در مؤسسه های تحصیلات برای ما آموزگاران امکانیت میدید که توانیم که خوانندگان در روحیه وطن دوستی حرمت احترام نمودنی خلق و وطن، زبان، پاس داشتنی چونین خاطره ابد مردان را در زندگی استفاده نمایند. همزمان یکی از خوانندگان مسیح نقش استاد صدرالدین عینی را آفریده غزلی را از اشعار نوبی مفصوب خیلی برای واضح پیشنهادی حاضری نمود که تأثیر آور و مرخوار به گوش رسید. سپس طالب علمان از اثر مشهور پنج جلده صدرالدین عینی یادداشت‌ها پرچه‌ها را قرائت کرده دوران کودکی و نوروزی استاد را گویا پیش نظر بیننده نمودار می‌ساختند. اینچنین صحنه‌چه بسیار دیدنی را که خوانندگان از کتاب مکتب کهنه صدرالدین عینی پیشنهاد حاضرین گردانیدند یک نوع مقایسه زمان تیره طور فئودالی را با دوران امروزه شباهت میداد که نسل نوروزی زمان معاصر افتخارمند و بالیده خاطر در چنین شرایط خوب مساعد تحصیل مینمایند که سیمخانه‌های بر هوای رفشان با اسباب و واسطه‌های تکنیکی پرره مجهز میباشند. استاد صدرالدین عینی تعلیمگاه‌های کهنه را تنقید و مذمت کرده طرز اصولی درسی مکتبدار را با پدرش عرض مینماید که در این گونه مکتب او دیگر تحصیل نخواهد کرد. برنامه فرهنگی خوانندگان که از اشعار گرانبهای این ادبی نوتکرار تهیه گردیده بود و محفل ادبی بعد حسن خاتمه بخشید. استفاده زیادی تلفن موبیلی به سلامتی انسان ضرر دارد. متخصصان سوهای تیبنیس در اون نظرند. از این رو تلفن موبیلی رو در وقتهای ضروری باید استفاده نمود. ادامه مطلب در سوژه تهیه گردیده. امروزها در همه ساحه‌های خواجگی خلق مملکت پیشروی احساس کرده می‌شود. از جمله در ساحه علم و تکنیک و کامونیکاسیا همروزه نوگانی و دیگرگونی‌ها زیادتر به نظر می‌رسد. با استفاده داده شدن تلفن‌های موبایلی از یک طرف به پیشرفت کار و فعالیت انسان‌ها مساعدت نماید، از طرف دیگر به انسان‌ها به خصوص به سیستم عصبی آنها ضرر آورده آنها را به هر گونه بیماری‌ها گرفتار می‌نماید. باید کودکان و نوروزان را پدر و مادران و دیگر نزدیکان از استفاده تلفن‌های موبایلی باز دارند، چونکه این نمود تلفن‌ها بسیارتر با کودکان و نوروزان ضرر جدی داشته آنها را به بیماری‌های گوناگون گرفتار می‌نماید. تأثیر منفی تلفن موبایلی در مغز سر در همه خلاص که هنگام مثال تلفن موبایلی را استفاده بردن در تلفن موبایلی و گوش انسان کودک نوروز میدان مغناطیسی حاصل می شود. هنگام میدان مغناطیسی حاصل شدن در همین قسمت گوش انسان همون چه قدر که بسیار اون تلفن موبایلی را استفاده بردن آهسته پس شویش نوایش فراموش خاطرش کم خوبیش، عصبانی شویش زیاد می شود. طوری مشاهده می گردد بسیار نوروزان و جوانان در کوچه های خیابان، در جای های جمعیتی، در مؤسسه های تعلیمی و در جای خوب با تلفن های موبایلی گفتگو نموده هم طبیعی اطرافیان را خیره نموده هم به سلامتی خود ضرر می رسونند.
мавриди қайд аст ки волидону омӯзгорон ва дигар шахсони масъул метавонанд ба наврасону ҷавонон кӯмак расонида онҳоро нагузоранд ки бисёртар телефонҳои мобилиро истифода намоянд ва ё онҳоро харидорӣ намоянд зеро истифодаи бемавриди телефонҳои мобилиро мутахассисони соҳаи тиб ба кӯдакону наврасон тавсия намедиҳанд чунки онҳо зуд ба бемориҳои мухталифи системаи асаб ва дигар бемориҳо мубтало хоҳанд шуд саломатии ҳар шахс аввалан боигарии худи ӯст сипас боигарии давлат маҳсуб меёбад дар коллеҷи тарбияи ҷисмонӣ бо ибтикори кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар мавзӯи мо тарафдори тарзи ҳаёти солим чорабинии омӯзишӣ роҳандозӣ карда шуд зайнураи асрор бо иттилои бештар чорабинии мазкур байни донишҷӯёни коллеҷи номбурда сурат гирифт дар тренинги омӯзишӣ масъулин доир ба гирифтор шудани инсон ба бемории вируси норасоии масъунияти одам муайян намудани ин беморӣ ва пешгирӣ кардани вируси норасоии масъунияти одам маълумот доданд вируси норасоии масъунияти одам ин бемориест ки ба масъунияти инсон осеб расонида ҳуҷайраҳои масъуниятро хароб месозад ва боиси сустшавии системаи назорату ҳифзи организм аз сироятҳо мегардад ондани ин гуна тренинг дар он аст ки яъне маълумотнок кардани донишҷӯён пешгирӣ кардани роҳӣ пешгирӣ кардани бемориҳо дар байни ҷавонон ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мебошад инчунин иштирокдорони тадбир доир ба пешгирӣ кардан аз ин беморӣ фикру андешаҳои худро баён намуданд бояд қайд кард ки чунин тренингҳои омӯзишӣ барои пешгирӣ намудани ҷавонон аз ҳар гуна бемориҳои сироятӣ ва маълумоти мушаххас пайдо намудан доир ба ин бемориҳо мусоидат менамояд бинандагони азиз бо пешниҳоди ин матлаб барномаи хабар ба анҷом расид шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолибу диданиро аз сомонаи телевизиони баҳористон cw.tvb.tj дастрас намоед